21 مهر ماه 1396 خورشیدی و 13 اکتبر 2017 میلادی. امشب صفحه آخر اختصاص دارد به نوندونی مسکن مهر. گرفتار شدن نزدیک 2 میلیون خانواده کم بضاعت که آرزوی داشتن سرپناهشون له شده. پرده آخرم که سر جاش. قبل از تقدیمی دو نکته. یکی این که احتمالاً وسط برنامه امشب صفحه آخر همین پخش زنده، پخش سخنرانی زنده رئیس جمهوری آمریکا رو خواهیم داشت درباره ایران و برجام، که در این صورت تکرار برنامه صفحه آخر رو به طور کامل ساعت 12 شب خواهید دید و در تکرارهای ساعتهای تکرار بعدی. نکته دوم این که ظاهراً بازم لازم عرض کنم خدمتتون که بنده هیچ صفحه‌ای در اینستاگرام و تلگرام ندارم، هیچ پیجی ندارم، بنابراین لطفاً هیچ پیامی به هیچ صفحه‌ای که به اسم من در فضای مجازی هست نفرستین. من برای حفظ امنیت خودتون در فضای مجازی عرض می‌کنم این صفحه مال من نیست. مواظب باشین که تله اطلاعاتی نباشه خلاصه جایی که پیام می‌فرستین. تنها جای مطمئن ایمیل و فیسبوک صفحه آخره که آدرساشو بعد از تقدیمی خواهید شنید. چند روز دیگه یعنی 25 مهر ماه جلسه محاکمه قضایی معاون اجرایی احمدی نژاد. دادستانی تهران اعلام کرده که حمید بقائی به دلیل اتهام‌های مالی محاکمه میشه. بذارین یکی از اتهام‌های مالیشو بگم بعد بریم سراغ مسکن مهر. بقائی نامه نوشته که دادگاه علنی باشه. احمدی نژاد هم گفته اگه علنی باشه منم تو دادگاه شرکت میکنم. خیلی جالبه تو این مملکت تا دیدیم متهم بوده که میخواسته دادگاه علنی باشه، ولی جز موارد استثنا همیشه دستگاه قضا مخالفت کرده و دادگاه غیر علنی کرده. حقیقت اینه تو کشورهایی که نشانی از مدنیت درشون هست همیشه متهم نگرانه که مبادا دادگاهش علنی باشه و آبروش بره، حالا چه محکوم بشه چه نشه. تو ایران از بس که از همدیگه آتو دارن متهمه که میگه منو اگه محاکمه کنین منم همه چیو میگم و طبیعتا میخواد علنی باشه تو اگه قرار آبرو خودش بره آبرو همه رو با خودش ببره. از مهدی هاشمی رفسنجانی گرفته تا حمید بقائی اصرار بر دادگاه علنی است. نه دادگاه مهدی هاشمی علنی شد نه دادگاه بقائی رو تا این لحظه دستگاه قضایی قبول کرده که علنی بشه و نخواهد شد. نامه حمید بقائی به قاضی حیدری برای برگزاری علنی دادگاه. جناب آقای حیدری، قاضی محترم شعبه 1057 دادگاه کارکنان دولت، همانطور که استظهار دارید مطابق قانون برگزاری جلسات دادگاه به صورت علنی است. اخیراً اخباری در سطح عمومی شنیده شده که حاکی از آن است که حکم محکومیت اینجانبان یعنی خودش و دوروبریاش از همکنون و قبل از تشکیل دادگاه مشخص و تعیین شده است و حتی اینگونه گفته می شود که جلسات دادگاه صرفاً برای رعایت صورت ظاهری و نمایشی است. لذا جهت رد اینگونه اخبار و همچنین اثبات استقلال دادگاه و غیر سیاسی بودن پرونده لطفاً دستور فرمایید تمامی جلسات دادگاه با حضور عموم مردم به صورت کاملاً علنی برگزار شود. انصافاً دادگاه اگه علنی باشه لااقل مردم میفهمند که فقط یه قلم 8.5 میلیارد تومان اسکناسی که به بقائی داده شد کجا رفته. محسنی اژه‌ای در توضیح علت بازداشت بقائی ضمن بیان اینکه اتهامات او تبانی در معاملات دولتی و همچنین اختلاس است از پرونده 2 میلیون یورویی سخن گفت. به گفته اژه‌ای متهم پرونده 2 میلیون یورویی یعنی یاسین رامین گفته است که این پول را در اختیار بقائی قرار داده است. ببینین مرداد 95 بود که یاسین رامین آقازاده ممدلی رامین معاون مطبوعاتی احمدی نژاد به دلیل اختلاف حساب مالی با سازمان هلال احمر بازداشت شد. بازپرس براش قرار وثیقه 29 میلیارد تومانی صادر کرده بود که گفتن به لحاظ ناتوانی از تودیع وثیقه به زندان معرفی شده است.
اسفند 95 یاسین رامین از زندان آزاد شد. 22 اسفند 95. زیایی رئیس جمعیت هلال احمر در ارتباط با آخرین جزئیات پرونده یاسین رامین که هلال احمر در این زمینه به دلیل تخلفات انجام گرفته در حوزه شرکت رشد از آن شکایت داشت گفت در حال حاضر این فرد با وثیقه 8.5 میلیارد تومانی آزاد شده است، که حتما اون وثیقه 29 میلیارد تومانی که اول گذاشته بودن تبدیل کردن به 8.5 میلیارد تومان. الله اعلم. حالا رابطه آقازاده معاون مطبوعاتی دولت احمدی نژاد و همسر مهناز افشار که خود این عروس دوماد میگن اصلاح طلبان و خطبه عقدشونم محمد خاتمی خونده، اینا رابطهشون با حمید بقایی معاون اجرایی احمدی نژاد چیه؟ لااقل یه رابطهشون. یه شرکت دارویی هست یا بود، چون میگن از سال 93 فعالیتاشو دولت ایران، یعنی هلال احمر ایران، میگه از سال 92-93 فعالیتش رو متوقف کردیم در آلمان. این شرکت به اسم شرکت رشد، این شرکت رو هلال احمر دوره احمدی نژاد کرد به اسم یاسین رامین 21 خرداد 95. بر اساس اظهارات مسئولان هلال احمر، اظهارات مسئولان فعلی، همکنون تهیه دارو به دلیل تملک شرکت رشد از سوی این فرد یعنی یاسین رامین از طریق شرکت‌های واسطه دیگر در آلمان، امارات و غیره صورت می‌گیرد که هیچ گونه وابستگی به جمعیت هلال احمر ندارند و به صورت واسطه فعالیت می‌کنند و این هم باعث افزایش قیمت تمام شده دارو می‌شود. با چه توجیهی زمان احمدی نژاد شرکت رشد که مال هلال احمر بود به اسم یاسین رامین شد؟ با این توجیه که یاسین رامین دو تابعیتی است و شهروند آلمان هم هست. خب خیلی هایی دیگه تو همین دستگاه حکومتی دو تابعیتی هم. بعد جالب اینه که بابای این یاسین جون دو تابعیتی یعنی ممدلی رامین معاون مطبوعاتی دولت احمدی نژاد که میگن این نظریات مشعشع احمدی نژاد درباره هولوکاست مال ایشونه، فروردین 94 تحت تحریم اتحادیه اروپا قرار گرفت به دلیل رکورد توقیف مطبوعات در دوره‌ای که معاون مطبوعاتی دولت بود. یعنی دارایی‌های بابا تو اتحادیه اروپا توقیفه و خودش ممنوع الورود به 27 کشور اروپا، ولی آقازادش یه شرکت دولتی به اسمش شده چون تابعیت یک کشور اروپایی رو داره. این عجب دوره یه واقعا. یاسین رامین آقازاده خاص محمد علی رامین به واسطه رابطه نزدیک خود و پدرش با یکی از مهره‌های اقتصادی جریان انحرافی و محمود احمدی نژاد که مدتی بر مسند ریاست سازمان هلال احمر نشسته بود، با استفاده از خلأهای ناشی از کاغذ پاره خواندن تحریم‌ها اقدام به دلالی دارو کرد و با توجه به احتیاج مبرم بیماران سرطانی صعب العلاج چند ده برابر قیمت واقعی هر دارو را از مردم نیازمند طلب کرد. این در حالی است که همان داروها با هزینه بیت المال یعنی ارز مصوب دولتی و با قیمت واقعی به دست این فرد می رسیده است و آقازاده خاص فقط در یک قلم به سود هنگفت 50-60 میلیارد تومانی دست پیدا کرد. سید امیر محسن زیایی رئیس سابق جمعیت هلال احمر که تا همین 12 مهر همین امسال 96 رئیس هلال احمر بود، میگه طبق قوانین آلمان شرکت‌های فعال در آن کشور باید تحت مسئولیت اتباع آلمانی باشند و این شرکت در زمان مسئولیت آقای مسعود خاتمی در هلال احمر به یاسین رامین منتقل شده است و از نظر قوانین آلمان این شرکت متعلق به هلال احمر نیست بلکه به نام این آقازاده ثبت شده است. چرا؟ چون هویت واقعی داره، هویت حقیقی داره در واقع به اصطلاح حقوقی و به اسم یه آدم حقیقی ثبت شده تو آلمان. پس دولت ایران دیگه صاحب شرکت دارویی رشد نیست از نظر قوانین آلمان. صاحبش کیه؟ آقازاده رامین، یاسین رامین، به لطف دولت پاک احمدی نژاد.
زیایی رئیس پیشین جمعیت هلال احمر در مورد علت اختلاف هلال احمر با یاسین رامین گفت که در واقع جمعیت هلال احمر تعدادی تجهیزات پزشکی از یک شرکت خارجی به مبلغ 2 میلیون یورو خریداری کرده بود که این مبلغ را به شرکت رشد داد تا به عنوان واسطه به شرکت فروشنده تحویل دهد، اما متاسفانه این اتفاق رخ نداد، یعنی پول داده نشد. این بدهی هنوز تسویه نشده و در تبادلات مالی وجود دارد و از آنجایی که ما فعالیت‌های زیادی به صورت مشترک با این شرکت، یعنی شرکت فروشنده نه شرکت رشد، با این شرکت انجام می‌دهیم، هنوز این شرکت شکایتی از ما نکرده است، اما ما باید این مبلغ را به آنها پرداخت کنیم. ببینید چی شد. شرکت رشد رو به اسم آقای یاسین رامین می‌کنن، بعد به ایشون 2 میلیون یورو کش میدن که بدهیشون رو به یک شرکت دیگه که ازش دارو وارد کردن بده. یاسین جون بنا به شواهد پول همون وسط را میزنه. یاسین رامین رو که مرداد 95 گرفتن به گفته اژه‌ای گفته است که من 2 میلیون یورویی رو که از هلال احمد گرفتم اسکناس دادم به حمید بقایی تا به شرکت فروشنده برسونه. خب اون نرسونده، چرا منو گرفتی؟ حالا با نزدیک شدن زمان دادگاه بقایی که میگم 25 مهره، یکی از سوال ها اینه پول هایی که یاسین رامین به بقایی تحویل داده کجاست؟ آیا در ایران است یا آنها را خارج کردند؟ این پرونده چه ابهامی دارد که بقایی گفته حاضر است همه موارد بازجویی هایش به طور کامل پخش شود و دادگاه هم علنی باشد؟ ببینید، بقایی، مرتضوی، مشایی، خود احمدی نژاد، اینا را اگه تو دادگاه علنی محاکمه کنن، آرزوی محال در این حکومت، کل نظام مقدس و همه شعاراش میره زیر سوال. یکی از این شعارها میدونید مدیریت جهادی است که رهبر معظم مدام روش تاکید میکنه. تجسم مدیریت جهادی رو 8 سال دیدیم. تجسم مدیریت جهادی احمدی نژاد، مدیریت بزن و برو بدون هیچ تأمل و سنجش و تخصص. حالا درباره موضوع امشب همین مسکن مهر مثال بزنم. قیمت مسکن اصلا چرا این طرح به وجود بیاد؟ قیمت مسکن خیلی بالاست. سوداگری زمین طی سالهای 70 تا 90 آسیب‌های بسیاری به صنعت ساختمان وارد کرد، به طوری که طی این 20 سال قیمت مسکن بیش از 90 برابر شد و این در حالی اتفاق افتاد که کیفیت رشد قابل توجهی رو تجربه نکرد. تو مملکتی که قیمت خونه در عرض 20 سال 90 برابر میشه، من هم کجای جهانی همچین نمونه هایی رو میتونیم ببینیم. وقتی تو 20 سال قیمت خونه 90 برابر میشه، کیا میتونن تو اقتصاد مافیایی خونه دار بشن؟ بعد دولت جهادگر میاد طرح میده، میگه مسکن مهر بسازیم ارزون بدیم به ملت بیخونه. جالب اینه که تو همون دوره احمدی نژاد قیمت زمین 700% میره بالا. مدیریت جهادی میاد چیکار میکنه؟ به جای اینکه اصلا فکر کنه، که البته انتظار واقعا زیادی فکر نداره که مدیریت جهادی که بکنه، به جای اینکه فکر کنه که چرا وضع اقتصاد به اینجا رسیده که مسکن به جای اینکه سرپناه باشه برای مردم شده منبع سود یه مش بورس باز و بورساز و بانک و غیره، میره برای فریبکاری میگه بریم مسکن بسازیم بدیم به مردم. اصلا سراغ علتاش نمیره. بعد برای اجرای کردن این طرح جهادی به هر حال اول کار همیشه دفتر و دستکی از 4 تا متخصص همون گوشموشه ها هستن و میرن سراغشون و میگن ارزیابی کنید تا نتیجه بررسی شما رو ببریم توی از دولت دیگه، مثلا نتیجه بگیریم و اعلام بکنیم. بر اساس نتیجه ارزیابی کارشناسا قرار میشه چند تا خونه ساخته بشه تو مسکن مهر. 20,000 تا خونه ساخته بشه. بودجه و تسهیلات و حتی چگونگی اجرا و واگذاری به پیمانکار هم پیش بینی میشه. ها؟ تو هیئت دولت این طرح رو میبرن و صحبت میشه. جناب آقای احمدی نژاد رئیس دولت بزن و برو میگه
20,000 تا خیلی کمه. 1,500,000 واحد مسکن مهر میسازیم. 75 برابر تعداد کارشناسانه. بعد نتیجهش میشه چی؟ نتیجه این 75 برابر کردن آمار تخصصی و در واقع تبدیل آمار تخصصی به آمار جهادی، نتیجهش میشه چی؟ دزدی و فسادی که از در و دیوار واحدهای فرسوده مهر بالا میره. خونه هایی هم که تحویل دادن تا حالا اینجوریه. هیچی، مسکن مهر مزخرفمونو میخوایم که میگن مزخرفه، قرار بوده 1.5 سال، الان شده 5 سال. من 5 ساله دارم کرایه خونه میدم، هی هم مبلغشو دارم میبرم بالا. از 28 میلیون الان شده 40 میلیون نقدیش و 30 میلیون وامش. آیا این درسته؟ کجای دنیا گفته؟ من از کجا بیارم؟ سود مشارکت، با اینکه مسکن میگه شما باید قسط میدادی، از 1.5 سال بعد قسط میدادی، چون قسطتو ندادی حالا جریمه باید پرداخت کنی. آخه کجای دنیا میگه من خونه ای رو که تحویل نگرفتم توش ننشستم باید قسطشو بدم، حالا چون قسطشو ندادم جریمهشو باید بدم؟ از کجا بیارم؟ من مستاجر، منی که دو تا جوون دارم، دانشجو دارم، سرباز دارم، نمیدونم دردمو به کی بگم، خسته شدم، ذله شدم. ما به همه جا رفتیم، همه جا گفتیم، هیچ کس جواب ما رو نمیده. لطفاً صدای ما رو به گوش مسئولین حضرات برسونید. خواهش میکنم، تمنا میکنم، عاجزانه ازتون میخوام، واقعاً نمیدونم، باید اشک بریزیم، گریه کنیم، طاقتمون تاق شده، چی کار کنیم ما؟ میدونید چقدر خانواده ها از هم پاشیدن، چقدر از هم جدا شدن، چقدر رفتن با پدر مادرشون زندگی کنن به اسم 1.5 سال، الان شده 5 سال. آقا چی کار میخوان بکنن با این همه خانواده؟ با این همه خانوار میخوان چی کار کنن؟ بالاخره باید با چند خانواریم؟ پردیس، مسکن مهر پردیس. انشاءابات گاز برق نداره. من خودم 5 ساله پولمو دادم، 5 ماه پولمو کامل دادم، برگه تردد من دادن. 6 تا بچه دارم، شوهر بیکار مریض دارم، داماد دارم، عروس دارم، خونه اجاره ای نشستم، از کجا بیارم بدم؟ 15 مهر 96 آمار واحدهای فروش مسکن مهر نشان می‌دهد حداقل 500,000 واحد خالی است و البته در بسیاری از واحدهای فروش رفته نیز متقاضیان ساکن نشده‌اند. چرا؟ یه تعدادیشون پیش فروش نشده بود، با اعتبار بانکی دولت ساخته، حالا هیچ کی نمیاد ازش بخره. چرا؟ واحدهای فاقد متقاضی تکمیل شده، عمده این واحدها در سایت های مسکن مهر از خدمات روبنایی و زیربنایی کافی برخوردار نیستند و به همین دلیل امکان سکونت در آنها وجود ندارد. یه تعدادش هم که پیش فروش بوده و به صورت سهامداری از اول پولش هم مردم گرفته بودن، کیفیت بد ساختمون یا محل باعث شده نیان بگیرن. بسیاری از واحدهای دارای مالک در پردیس، پرند و هشگرد خالی هستند. این وضعیت در بسیاری از استانها از جمله خوزستان، مرکزی، لرستان، خراسان رضوی و سایر استانها نیز وجود دارد. چرا که به دلیل مکانیابی نامناسب و دور بودن سایت های مسکن مهر از شهر اصلی، اقبال چندانی به واحد های مسکن مهر وجود ندارد. پس ملاک و معیار چی بوده که این همه پول و انرژی نفله شده و این همه خانواده بدبخت شدن که هر چی داشتن نداشتن فروختن و گرو گذاشتن تا مثلا صابخونه بشن؟ معیار فقط دزدی به هر قیمتی. اختلاف آمار تعداد واحدهای مسکن مهر بین دو دولت احمدی نژاد و روحانی 300,000 واحد مسکونیه. 300,000 واحد مسکونی گم شده این وسط. 300,000 واحد مسکونی اختلاف آمار دو دولت. دولت قبلی میگوید 1,000,000 واحد تحویل دادیم، دولت جدید میگوید 700,000 واحد تحویل شده و این دعوا هنوز هم حل نشده است. 300,000 واحد اختلاف آمار. ببینین هر واحدو به طور متوسط 70 میلیون تومان مال مسکن مهر رو در نظر بگیریم، 300,000 تا 50 میلیون تومان در نظر بگیریم، 300,000 تا 50 میلیون تومان میشه 15,000 میلیارد تومان اختلاف حساب دو تا دولت سر مسکن مهر. یعنی 15,000 میلیارد تومان هم اینجا کم شده. با دلار 3500 تومان میگم و الان 4000 تومان بالاست.
یعنی بیش از 4 میلیارد دلار اختلاف حساب از سر مسکن مهر. کجا رفته 300 هزار واحد خونه؟ در واقع پولش کجا رفته؟ گم شده. بذارین یه نمونه با جزئیات بگم تا دستتون بیاد که مدیریت جهادی چه بر سر مملکت میاره. در شهرستان خوی 16 تا شرکت تعاونی مسکن مهر هست که همشون مشکل اساسی دارن و این مشکل اساسی تقریبا مشکلات اساسی همه این پروژه های مسکن مهر، یعنی مشکل مشترک نزدیک به 2 میلیون خانواده که متقاضی مسکن مهرن. 2 میلیون خانواده، 10 میلیون نفر. یکی از این متقاضیان میگه اهالی رو راضی کرده بودن که فقط باید در مرحله اول 7 میلیون تومان وام بدهند، اما در مرحله دوم شرکت های سازنده اعتراض کردند که مبلغ مذکور هزینه مورد نظر رو تأمین نخواهد کرد و مبلغ وام رو به 12 میلیون تومان افزایش دادند و دوباره از 12 میلیون به 18 میلیون افزایش دادند و بار دیگر 5 میلیون هم به این 18 میلیون تومان اضافه کردند. از کجا شروع شده؟ 7 میلیون تومان که دیگه مردم اعتماد خودشون از دست دادن. از ما 470 هزار تومان برای کنتور آب دریافت کردند و بعد از آن هم 5 میلیون برای تعمیراتی برای آسانسور از ما خواستند، ولی الان به ما میگویند باید خودتان لوله کشی آب کنید تا آب برایتان وصل شود، در حالی که بسیاری از اهالی از وضعیت مالی خوبی برخوردار نیستند. یکی دیگه از ساکنان مسکن مهر در خوی میگه پارکینگ ها رو هم که تبدیل به خانه های مسکونی کرده و در اختیار بهزیستی قرار دادن، یعنی فروختن به بهزیستی، پولش گرفتن با پول مردم و قرار بر این بود تا هزینه ای که از بهزیستی میگیرن به خود ما برگردانن که تا این لحظه محقق نشده است. این حرف کسایی است که مسکن رو تحویل گرفتن. هنوز اکثر متقاضیان خونه شون رو تحویل نگرفتن. پروژه‌ای که 10-11 سال پیش شروع شد. قائم مقام وزیر راه و شهرسازی عسقری مهرآبادی میگه دولت برای اتمام طرح‌های مسکن مهر در مجموع 50 هزار میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته که اگر با آورده‌های متقاضیان و صاحبان آن جمع زده شود حدود 100 هزار میلیارد تومان خواهد شد. آقا جان، خانم جان، این پولا چجوری خرج میشه؟ تو تعاونی مسکن مهر خوی شماره 6 نمونه. اولین مجمع عمومیش 26 آذر 86 تشکیل میشه با حضور 10 نفر که از این 10 نفر 3 نفر هیئت مدیرن، 1 نفر علل بدله، 1 نفر بازرس، 1 نفرم بازرس علل بدل که میشن 6 نفر و 4 تام از دوستاشون میشن 10 نفر. بعد توی سندی که دارین میبینین، ببینین 2 تا دیپلم و بعد اونایی که اعضای اصلی هیئت مدیرن فوق دیپلم و بازرس هم نوشته دیپلم. اینا خب 2 تا بازرس هیئت مدیره گفتم مدرکشون دیپلم، تازه خودشون میگن. معلوم نیست که واقعا اینجوری بشه. یکیشون بعداً معلوم میشه که مدرک 4 ابتدایی داره. باورتون بشه این مدرکش. اداره تعاونی شهرستان خوی احتراماً این جانب به مشخصات ذیل متقاضی تصدی سمت هیئت مدیره بازرس در شرکت تعاونی که ایشون شدن، همونه که زده بود دیپلم. بعد اینجا میزان تحصیلات اون پایین دست راست اگر دقت کنین نوشته سیکل کی؟ یوسف خضرلوی، نام پدر نقدلی، از این حرفا، آدرس و کد ملی و فلان و همش هم هست. با مدرک سیکل شده بازرس هیئت مدیره تعاونی شماره 6 شهرستان خوی. اعضای اصلیش کیان که گفتم اول به عنوان اعضای اصلی؟ محمد زینالی، توحید عبدالله پور خانقاهی، محمد رضا عبدالله پور خانقاهی، 2 تا داداش یا به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب میشن. محمد زینالی متولد 57، یعنی الان 39 سالشه.
سال 86 چند سالش بود؟ 29 سالش بود که به عنوان رئیس سنی جلسه انتخاب میشه به عنوان رئیس هیئت مدیره. ببینیم بقیهشون چند ساله بودن اون موقع که بی پول و مفلس، بعد با دزدی مال مردم بدبخت میشن میلیاردر. از همون جلسه اول حقه بازی شروع میشه. هر سه، یعنی زینالی و اون دوتا داداش محمد و توحید عبدالله پور خانقاهی، مدرکشون میزنن لیسانس بعد که میخوان این رو رسمی بکنن. بعد ببینین، بله بفرمایید. اولین مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی مسکن مهر شماره 6 فلان در شرف تأسیس طبق دعوتنامه مورخ 26/8/86 در ساعت 10 صبح روز دوشنبه 26/9/86 با حضور 10 نفر از داوطلبان عضویت فلان برگزار شد. خب میاد اینجا نسبت به انتخاب 3 نفر اعضای اصلی هیئت مدیره و 1 نفر اعضای علل بدل هیئت مدیره وفق اساسنامه تصویبی اکثریت کتبی به عمل آمد که با اکثریت نسبی به ترتیب محمد زینالی، نام پدر ولی، شماره شناسنامه 864، تاریخ تولد 1357 فلان، تحصیلات لیسانس، تعداد رأی 10 تا، همشون رأی دادن، آقا هم امضا کرده. 2 رضا عبدالله پور خانقاهی احمد، نام پدر، شماره شناسنامه 494، تاریخ تولد 57، تحصیلات لیسانس، تعداد رأی 8 تا، امضا کرده آقا. توحید عبدالله پور خانقاهی، نام پدر احمد، خب داشتن دیگه پدرشون یکی بوده، نام پدر فلان، تاریخ تولد این یه سال اون کوچیک‌تره 1358، محل صدور خوی فلان، تحصیلات اینم زده لیسانس، تعداد رأی 7 فلان، مهر امضا. این مدرک چرا من گیر دادم بهش؟ مهمه چرا اینا میزنن لیسانس؟ چون طبق تبصره 24 اساسنامه خودشون و اساسنامه اصولاً تعاونی‌ها و اتحادیه‌های مسکن، اعضای هیئت مدیره ترجیحاً باید لیسانس داشته باشن و مهمتر طبق اساسنامه شرکت‌های تعاونی مسکن مهر اعلامی از سوی وزارت راه و ترابری اون موقع و راه و شهرسازی فعلی همین دولت، هیئت مدیره و خصوصاً مدیر عامل باید مدرک لیسانس عمران یا مرتبط با کارهای ساختمانی داشته باشن و ضمناً تجربه کاری در این زمینه هم داشته باشند. هیچ کدومشون نه مدرک مناسب این کار رو دارن طبق قانون، نه تجربه این کار. وقتی علیهشون شکایت میشه بعد از کلی خرابکاری که بابا اینا هر رو از بر تشخیص نمیدن، بعد اینا میرن دادگاه و بعد نمیدونم شورای حل اختلاف و اینا. توی دادگاه، تو صورت جلسات دادگاه سالهای 92 به بعد مدرکشون رو فوق دیپلم نوشتن. بعد تو انتخابات هیئت مدیره تو سالهای بعد که هیچ کدوم هم البته تشکیل نشد، حالا میگم چجوری اینا مثلا مجمع عمومی برگزار میکنن، باید فرم کاندیداتوری برای انتخابات پر میکردن که اونجا هم خودشون فوق دیپلم معرفی میکنن چون دیگه دادگاه پشتش و فلان. ولی به هر حال اصلا این یکی از بندهای اصلی اساسنامه خودشون و اساسنامه بنیاد تعاونی های بنیاد مسکن و که وزارت خونه ها اعلام کردن اینا ندارن این شرایطو. ولی از سال 86 تا الان هستن و حالا خواهیم گفت میلیاردر میشن. گفتم مجمع عمومی تعاونی که هیچ‌وقت اینا درست حسابی برگزار نکردن که مبادا از دستشون در بره اوضاع، ولی مدرک مجمع عمومی، تشکیل مجمع عمومی درست کردن که اگه لازم شد تو دادگاه اینا میرم شورای حل اختلاف جایی نشون بدم. مثال میذارم چجوری درست میکنن. اعضای تعاونی رو که 184 نفرن، 184 واحد باید تحویل بدن، اینا رو برمی دارن، بیچاره توشون هم کلی آدم بی سواد هست و کم سواد هست و اصلا ناآشنا با قوانین و هم این زد و بنده و اینا، آدم های ساده دلی که در ایران اکثریت جمعیت تشکیل میدن، اینا رو برمی دارن میگن بریم پروژه ساخت و ساز رو بهتون نشون بدیم به کجا رسیده. بعد همونجا که این حیوانی ها اونجا دارن نگاه میکنن، اونجا یه برگ آچار میدن بهشون، ازشون امضا میگیرن که این افراد در انتخابات شرکت کردن. این عقبازی شرم‌آور رو فقط بنده یا چند تا از اعضای این تعاونی نمیدونن. رئیس قبلی اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی آقای شیرازی، یکی از کارمنداش آقای شهبازاده، اینا میدونن، میدونن بنده چی حرف میزنن و چقدر پورسانت و رشوه از این هیئت مدیره تعاونی مسکن شماره 6 خوی گرفتن. این مدرک خلاف آقایون از نظر تجربه هم که آقای محمد زینالی قبل از اینکه رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل مسکن مهر بشه
ببینید چی کاره بوده. جان هر کیو دوست دارین. ایشون نصاب ماهواره بود، بشقاب ماهواره نصب میکرد. یه موتور گازی داشت، با این موتور شب تو خونه های مردم، تو خوی روستاهای اطراف خوی ماهواره نصب میکرد. اون دو نفر دیگه، دو تا داداشم که برادران عبدالله پور خانقاهی، بیکار بودن، گاهی میگفتن کار آزاد میکنن و اینا. بعد اینا با حمایت مسئولان در وزارت راه و شهرسازی تعداد اعضای تعاونی مسکن مهر شماره 6 خوی رو میرسونن به 184 نفر با گرفتن چقدر؟ 21,650,000 تومان. یعنی در مجموع چقدر میگیرن؟ نزدیک 4 میلیارد تومان. چه پولایی واقعا رد و بدل میشه با دوزی و کلک. 4 میلیارد تومان. بعد با این پول و تعداد اعضا 184 تا 30 میلیون تومان هم از بانک وام میگیرن به اسم اون 184 نفر. یعنی 5 میلیارد و 520 میلیون تومان رو هم میشه چقدر؟ اونجا 4 میلیارد، اونجا 5 میلیارد و 15 میشه نزدیک 10 میلیارد تومان. 10 میلیارد تومان اینا میگیرن که البته قسط وام بانک و این بالای 5 میلیارد رو که خود متقاضیان مسکن باید بدن، اصلا به اسم اوناست وام. حالا این قسط من نمیدونم، حتما تو این 10 ساله ای بالا هم رفته. هیچ مسکن مهری قیمت اولیه رو نداره، چه خوی چه پردیس چه جاهای دیگه. مسکن مهر، طرحی که از سال 86 کلید خورد و هدف اصلی آن خانه‌دار شدن اقشار کم درآمد طی 18 ماه بود. مسکن مهر پران سبزان یعنی 6 ساله 28 میلیون تا الان داد پول دادم. الان هیچ خبری نیست. 32 میلیون و 400 پول ریختیم ولی هنوز واحد ما تحویل نداد. حداقل 70% کار تمام، برای 30% کار ما مونده. پردیس و پرند با 175 هزار متقاضی در حاشیه کلان شهر تهران حدود 8% کل متقاضیان مسکن مهر را به خود اختصاص دادند. اما حجم مشکلات متقاضیان در این مناطق معادل مشکلات کل طرح مسکن مهر بود. نزدیک 200 هزار نفر جمعیت اینجا هستش، یه ورزشگاه، یه مجتمع فرهنگی، هیچی نیست. امکانات برق ندارن. قرار بود 28 و 12 و 91 خونه را تحویل بدن. 265 هزار تومان هم ماهانه قسط دادم. 27 ماه 46 میلیون از من پول گرفتن، هنوزم تحویل ندادن. متقاضیان مسکن مهر در آغاز کار قرار بود حداکثر با 30 میلیون تومان پرداخت نقدی و 25 میلیون تومان تسهیلات بانکی صاحب خانه شوند. اما امروز بعد از گذشت حدود 10 سال اوضاع به گونه دیگری است. ما سال 92 خونه ها رو تحویل گرفتیم. الان دوباره عمران میگه چی؟ به نسبت متراژ واحد ها میبایستی ارقام 3 تا 5 میلیون دوباره اضافه بها بدی. 75 متر اینجا به ما تحویل دادن، متراژ مفیدش 93 متر با ما حساب میکنن، یعنی متری 900 هزار تومان واسه ما میفته. 86 پروژه مسکن مهر شروع میشه سال 86، پروژه دولتیه. یک سال و نیمه باید اینا تو مسکن مهر شماره 6 خوی تحویل میدادن. حتی دو تا آجر نذاشتن رو هم در عرض 2 سال. تاریخ تحویل خونه ها که سر میرسه، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان آذربایجان غربی نامه میزنه به تعاونی که اگه پروژه شروع نشه چیکار میکنیم، فلان میکنیم، بهوان میکنیم، همین. ببینین این نامه نگاری ها رو خواهید دید که خودش نوعی حق بازی است. یعنی به جای اینکه همون موقع مسئولان وزارت خونه یقه این حق بازی رو بگیرن، پولای مردم بدبخت رو ازشون پس بگیرن، پروژه رو فوری راه بندازن، خودشون این پروژه دولتی رو پیش ببرن، تازه بعد از موعد تحویل پروژه میان سراغشون میگن اه هنوز کار شروع نکردین، ما فکر کردیم تموم شده. خب حالا عیب نداره، فقط یک کم براتون آب میخوره بابت این تنبلی، یه رشوه میگیرن و میرن. میدونین دیگه خودتون، این راه معمول کار بالا تا پایین مملکت. اردیبهشت 88، رئیس اداره تعاون شهرستان نامه میزنه به همه تعاونی های مسکن شهرستان.
احتراماً از آنجایی که انعقاد هر گونه قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی مستلزم رعایت موازین و تشریفات قانونی از جمله داشتن صلاحیت کاری طرف قرارداد میباشد، لازم است قبل از انعقاد قرارداد مشخصات حرفه‌ای طرف قرارداد در جهت استعلام صلاحیت به این اداره ارائه نمایند. ببینید نامه ها مولا درزش نمیره. بدیهی است عقد قرارداد پس از تایید مراتب و انجام اقدامات تکلیفی از جمله انجام مناقصه با رعایت ضوابط و مقررات مورد عمل مقدور خواهد بود. در غیر این صورت مفاد قرارداد مورد تایید نبوده و مدیران منعقد کننده ملزم به تامین خسارات وارده به شرکت خواهند بود. این نامه ها رو میدن دست مردم، میگن بیا اینجوری ما دنبال داریم میکنیم، نامه نوشتیم فلان باباشون رو در میاریم. این صحبت رو شیرازی رئیس اداره تعاون شهرستان خوی نامه میزنه به اتحادیه شرکت های تعاونی مسکن مهر شهرستان خوی و روشن میکنه که هر پروژه‌ای رو باید با پیمانکارای مختلف به مناقصه بذاریم، بعد طبق ضوابط باش قرار داد ببندید. هیئت مدیره تعاونی مسکن مهر شماره 6 خوی یعنی محمد زینالی، توحید عبداللهپور خانقاهی و محمد رضا عبداللهپور خانقاهی بعد از 2.5 سال بلوکه کردن پول مردم و در واقع بهره گرفتن از اون پول با یه پیمانکاری به اسم آقای علیلو قرارداد می‌بندن. بعد یه مدت کوتاهی اوایل 92 با علیلو اختلاف پیدا می‌کنن. معلوم میشه که اینا با پیمانکار طی کرده بودن که پروژه رو بهت واگذار می‌کنیم، این کارو بهت واگذار، اون کارو بهت ازت پورسانت می‌گیریم. اوایل 92 با پیمانکار سر پورسانت اختلافشون میشه. آقا رو دک میکنن. کی باید بشه پیمانکار؟ قانون میگوید که اعضای هیئت مدیره پروژه نمیتونن خودشون پیمانکار همون پروژه باشن، ولی اینا میشن. گزارش هیئت مدیره شرکت مدیره تعاونی شرکت تعاونی مسکن مهر 6 خوی تاریخ 22/2/94. سلام علیکم میرسه تا میگه در مورخه 25/3/90 کارگاه رو از پیمانکار یاد شده تحویل گرفته و از آن پس نیز هیئت مدیره هم پیگیر مسائل قضایی پیمانکار فوق الذکر به دلیل مشکلات مالی پیش آمده بود، یعنی همون علیلو، و نیز به طور مقاطع کاری پروژه را به پیمانکاران سپرده است و اکنون که در محضر شما بزرگواران هستیم پروژه با بیش از 98% پیشرفت فیزیکی میباشد که امید است با پشتیبانی شما اعضای محترم فلان و بهمان پیمانکارا عوض میکنن، خودشون به دست میگیرن، میدن یعنی به خودشون، میدن به پیمانکارای خودشون که حتی در اون حدی که علیلو رو معرفی کرده بودن دیگه اینا رو هم نمیکنن تا از اینجا هم بخورن. هیچ کی هم نیست که بگه خرت به چند، چون در مملکت رشوه سیبیل همه مسئولان و مدیران چربه، مخصوصا بعضی کارمندای اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی. یا آقای هست به اسم شیرازی که گفتم امضا کرد رو رئیس قبلی اداره تعاون که الان اونجا شده کارمند تو دوره روحانی، و اون شهباز زاده که گفتم اونم کارمند اداره تعاون، بعد یکی دیگه هست به اسم فخری رئیس قبلی اداره راهه. اینا کمک میکنن، باج میگیرن، رشوه میگیرن تا زینالی و دوتا داعش های همراهش میلیاردها تومان به جیب بزنن. من فقط یه چند فقره چکو بگم براتون. محمد زینالی 50 میلیون سریال چک فلان و 25 میلیون تومان سریال چک فلان. زین العابدین عادلی 25 میلیون. زین العابدین عادلی شوهر خاله ممرزا و توحید عبداللهپور خانقاهی، شوهر خاله اون دو تا داش. سریال چک فلان. ممرزا عبداللهپور خانقاهی 25 میلیون سریال چک فلان. توحید عبداللهپور خانقاهی 25 میلیون. اینا بازرسی، یعنی در واقع رسیدی است که بانک تجارت میده به شعبه چهارم شورای حل اختلاف شهرستان خوی. در چه تاریخی؟ در تاریخ 1/4/95. بعد دوباره ببخشید، محمد زینالی دو تا چک به مبلغ 20 میلیون سریال چک فلان مورخ 7/1/91 وصول میکنه به حساب شخصیش به شماره حساب، شماره حساب هست 12/27/10/36/35، به شماره حساب شخصیش واریز میکنه 50 میلیون تومان سریال چک فلان و مورخ 8/3/91 وصول میکنه مبلغ 20 میلیون تومان به حساب شخصی خودش دوباره واریز میکنه، همون حسابی که گفتم، مبلغ 30 میلیون تومان به حساب شماره 12340907476 به نام، یعنی بقیهش رو به نام حمید گلاور که آهن فروشه واگذار میکنه، یعنی میریزه. حمید گلاور کیه؟ و این آقای مدیر عامل، حالا اسمش رو بذاریم رئیس هیئت مدیره این پروژه، این شخص یعنی آقای محمد زینالی
داره خونه شخصی درست میکنه، خونه خودش داره میسازه، جای دیگه خارج از این پروژه. حمید گلاور آهن فروشه، میلگرد برای خونه شخصی آقای زینالی چقدر پول میگیره؟ 30 میلیون تومان ازش میگیره برای اینکه میلگرد ببره. این 30 میلیون تومان از کجا آورده تو این فعل و انفعال ها؟ میگم که این مال بانک تجارت دیگه، پول مردم برای پروژه است، پروژه مسکن مهر. اینا یه قلم دو قلم نیست. هر چی این زینالی و دوتا داشت های خانقاهی تونستن زدن به جیب. 29 تیر 90 شعبه تامین اجتماعی شهرستان نامه میزنه به تعاونی مسکن شیش خوی که چکایی که شما فرستادین برای ما برگشته، قبلا اخطار داده بودیم، این اخطار آخره. این چکا مربوط به بیمه کارگرای ساختمانی پروژه است. ریاست محترم شعبه چهارم شورای حل اختلاف خوی احتراماً عطف به نامه فلان مورخ 29/3/95 چک سریال فلان به مبلغ 200 میلیون ریال در تاریخ 7/1/91 توسط آقای محمد زینالی و به حساب شماره فلان به نام خودش واریز گردیده و چک شماره فلان مبلغ 500 میلیون ریال در تاریخ 8/3/91 نیز توسط آقای محمد زینالی وصول که مبلغ 200 میلیون ریال آن به حساب فلان به نام خودش واریز شده و مبلغ 300 میلیون باقی مانده به حساب حمید گل نزد بانک تجارت واریز شده، مراتب جهت استحضار به حضورتان اعلام می‌گردد. و بعد نوشته که این چک‌هایی که گذاشتن دیگه واریز نشده به حساب ما و به زودی در عرض یک هفته تکلیفش روشن بکنیم. یعنی 4 سال بعد از پول گرفتن از اعضا و 2 سال بعد از تأخیر و تحویل واحدها تازه اینا چک بی‌محل میدن به تأمین اجتماعی، چون میخوان با پولای مردم یا کار کنن یا سودشو بگیرن. بعد فقط اون چکا نیست که مال تعاونی شماره ششه. آقای زینالی رفته یه چک 23 میلیون و 780 هزار تایی از تعاونی مسکن مهر شماره 5، شاید تعاونی دیگه احتمالاً رفیقش بوده، گرفته گفته پول لازم دارم داداش، این پولو بده یه 48 ساعت من برمیگردونم، خودم میرم پولو واریز میکنم به تامین اجتماعی. بعد یارو شکایت کرده، نوشته، یعنی نامه نوشته: جناب آقای محمد زینالی، مدیر محترم تعاونی مسکن مهر 6، با سلام، احتراماً همچنان که مستحضرید چک شماره فلان به مبلغ 237 میلیون 800 هزار ریال طبق توافق با جناب عالی قرار بود به صورت امانت جهت واریزی به حساب سازمان تأمین اجتماعی نگهداری گردد، ولی متاسفانه جناب عالی مدتی است که چک را وصول نموده و هنوز به حساب تأمین اجتماعی واریز نکرده اید. حال با عنایت به اینکه این پول حاصل دسترنج عده‌ای بی بضاعت به امید خانه‌دار شدن است، لذا امید می‌رود ظرف 48 ساعت نسبت به عودت مبلغ چک به حساب شرکت و یا واریزی به حساب تأمین اجتماعی اقدام نمایید. در غیر این صورت موضوع ضمن پیگیری مراجع قضایی و فلان. خیلی عجیبه. این چند نفر به اسم هیئت مدیره فقط به فکر چابیدن پول مردم بدبخت. انگار نه انگار که باید به هر حال کارم تحویل بدن. حالا مثلا آخر آبان 90 سازمان مسکن و شهرسازی شهرستان، اداره تابعه وزارت مسکن، نامه میزنه به تعاونی که اومدیم بازرسی کردیم، تازه بتون ریختن، اومدیم بازرسی کردیم، بتون مورد استفاده در پروژه به درد نمیخوره، اگه رسیدگی نکنیم پیگرد قضایی داره. همین پیگرد قضایی داره، یعنی کشک. ما نامه رو میزنیم، شما کار خودتون بکنید. تا حالا کم اون که دارن میکنن دیگه، این هم نامه زده. ببینین حتی این 3 نفر آقای نصاب ماهواره، اون دوتا آدم بیکار، اینا حتی نذاشتن مهندس ناظر وارد ساختمون بشه. مهندس ناظر آذر 91، مهندس ناظر اول میگه برای نظارت بر روند اجرای پروژه در تاریخ 26/9/91 به محل کارگاه تعاونی 6 مراجعه نمودم که متاسفانه نگهبان پروژه آقای مجید شهریار حسب دستور مدیر عامل محترم تعاونی 6 از ورود این جانب به سایت پروژه به دلایلی که برای این جانب نامعلوم است ممانعت به عمل آورد، که فلان و فلان میگه آقا جون هر بلایی سر اینجا بیاد از مسئولیت بنده خارجه، با مهر و امضا و فلان. خب یه ما بعد مهندس ناظر دوم نامه می‌نویسه به مسئولان که مراحل مقدماتی کار بدون ناظر پیش رفته. این مال ناظر دوم آقای جلال زمانی. از طرف رئیس دفتر نمایندگی نظام مهندسی ساختمان شهرستان خوی
میگه یه فکری بکنین، اینا هر کاری میخوان میکنن، مسئولیتش با ما نیست. از خرداد 93 مهندسان ناظر پروژه هی نامه می نویسن و داد می زنن که ساختن این واحدا رو همینطوری ادامه ندین، اینا مشکل اساسی داره. نامه های دیگه است که دیگه نیازی نیست من براتون بخونم. بله، به هر حال بدون توجه به همه هشدارها اینا میرن خودشون بازرس درست میکنن، چون باید بعدا تو پرونده بگن ما بازرس داشتیم تا بره بگه همه چی درسته. 22 اردیبهشت 94 این بازرس قلابیه نامه میزنه، میگه احتراما با اتکال به خداوند متعال پشتیبانی شما اعضای محترم شرکت، با توجه به وظایف محوله تا یه مدت ماموریت بنده در شرکت مشکل خاصی نبوده و البته در چندین بار مراجعه بنده به پروژه و دو قبلی ها را نمیدادن و دفتر شرکت تعاونی نهایت همکاری با بنده انجام شده و اکنون که در محضر شما بزرگواران هستیم پروژه با بیش از 98% پیشرفت فیزیکی در دست اجراست. امید از فرون ببینید تاریخ این 22 اردیبهشت 94 که بازرس قلابیه آقای زین العابدین هاشملو نامه میزنه که همه چی آرومه. این سه نفر میان گزارش هیئت مدیره به اعضا میدن که 98% کار تمومه طبق نامه بازرس دیگه. حالا این درصدهای قلابی سال 93 و 94 یه چیزای دیگه بوده، 97%، 98% و 99% حتی، اینا همش همین درصدهایی که داریم میبینیم. نرسه به 99%. این واقعا بله 99% تاریخ 25/5/94 نامه آقای زینالی زده به ریاست محترم اداره کار رفاه و تعاون شهرستان خوی. احتراما با توجه به اینکه مدت فعالیت این تعاونی تا پایان مرداد امسال معتبر است و نیز با توجه به پیشرفت فیزیکی حدود 99% این شرکت و نیز کارهای اداری فلان، حداقل زمان فعالیت ما رو به مدت حداقل 6 ماه تمدید بفرمایید. از این حرفا یعنی دیگه اون یه درصد 99% رفتیم پیش، خیلی موفقیم فلانیم، بازم تمدید کنیم ما بخوریم فلان، به خاطر یه درصد هم دیگه این مال شکست نفسیه. بذارین من بقیه جزئیات این پرونده رو قبلا هم براتون گفتم، بعضی وقتا اینا رو میذاریم در مواقع دیگه که باز بحث شرکت رشد بشه، ببخشید تعاونی مسکن بشه. بذارین من بقیه این جزئیات این پرونده رو نخونم تا همینجا روشن است. ببینین مردمی که همه دار و ندارشون رو گذاشتن واسه یه واحد مسکن مهر میرن شکایت میکنن و بعد آقای وزیر راه و شهرسازی آقای آخوندی که مسئول این کار است چه کرده برای مردم؟ تمام زندگیمونو فروختیم ریختیم مسکنمون، کی باید به داد ما برسه؟ کی جواب ما رو میده؟ خودشونو بذارن جای ما، خودشونو بذارن جای ما، جمع از اینو میتونم از ما زندگی کنم. این خونه وزیره؟ بله. نه بابا نمیدونم خودش که وزیره ولی خبر نداره. من این فهم اسمش اصلا اینه؟ این خونه اینجا بالاییه؟ آره اینجا پلیس هست اینجا بالاییه درش در میدونش اینجاست. مملکت امام زمان و حکومت عدل علی و سیره پیغمبر و اینا همه کشک، اینا همه شعار واسه گول زدن مردمی که دوباره رأی بدن. یه بار گفتم حتی تو کسایی که دلواپس هر تحول پیشرفتن تو مملکت مثل آقای سعید زیبا کلام از دلواپسان مشهور، اصالت مسئولان نظام به پرسش گرفته شده و این تازه اول عشق است. بسیاری از مسئولان حکومت، همین حکومت جمهوری اسلامی، امروز روز با آویزون شدن و مطرح کردن حکومت امیرالمومنین و حکومت نبی حبیب اله العالمین نبی اکرم، با آویزون شدن به اون، با قایم شدن پشت اون، ابتدایی ترین حقوق مردم رو زیر پا میذارن. بنده حرفم اینه بیایم این سلاح رو این پوشش مکاری و حقبازی رو
بگیریم. بگیم آقا شما وکیل مجلسین، شما لطفا راندخاری نکنید، نمیخواد سخنرانی راجع به اسلام و عترت رسول خدا نمیخواد بکنید این کار. شما کمیسیون مربوطه مثلا کشاورزی صنعت چین و شما به وظایفتون عمل بکنید. چرا فلان قرارداد نفتی، فلان قرارداد چندونم چی رو هیچ نوع بررسی ورود نمیکنین توش؟ چرا کمیسیون تحقیق و تفحص براش نمیذارین؟ شرم بر شما. وقت بعد این ور میان از سید و شهده ها و از جانبازی و ایثار و فداکاری و آخه اینا حرف اینه که ما باید این بساط رو جمع کنیم. جن عنکبوت برده آخر دیروز نمیگفتن مگه بزها همه چی رو نابود میکنه که دروغ بود؟ مگه نمیگفتن چی شد الان بز وارد کشور کردین؟ مثل تریاک، یه زمان تریاک میدادن به مردم، میگفتن بکش مجانی شیرشو میخرم ازت. حالا بزای سرطانزا، بیماریزا، بزی که ژن عنکبوت زدن، اول اومدن این مرد عنکبوتی انقدر نشون دادن که نسل جوان قبول کنه عنکبوتی رو، بگه خب این بزم اگه شیرش ما بخوری ما هم میشیم مرد عنکبوتی. بعد حالا بز عنکبوتی آوردن تو این مملکت، دو روز دیگه میخوری این ژن عنکبوت میره تو شیرش، شیرشی که خوردی میره تو ژنت، بعد از تو ژنتو میره تو ژن بچت، فردا میبینی همه جاش مثل بز پشموبیلی درآورده، فکر و تفکرش هم این عنکبوته. من این دیگه خدا رو قبول داره؟ شب و روزگار خوش.